فاجعه روابط عمومی، نفرت انگیز، تحریک‌آمیز، شایان انزجار، وحشتناک، مزخرف، عامل هرج و مرج، ماشه خروج دیپلمات‌ها از جلسه، سوء استفاده از کنفرانس، بسیار تأسف‌بار و رقت‌انگیز. فکر می‌کنم همه کسایی که اخبار رو این روزها دنبال کردن می‌دونن که اینها گوشه ایست از عباراتی که برجسته‌ترین سیاستمداران و رسانه‌های خبری جهان برای توصیف سخنرانی فضاحت‌بار احمدی نژاد در ژنو به کار بردن. بپردازیم به روایت رژیم از این قضیه. کسانی که جلسه رو ترک کردند یک اقلیت محض انگوش شمار بودند. امروز جلسه نشان داد چه کسی در دنیا منزوی است. معنی انگوش شمار رو هم فهمیدین، احتمالا منظورش انگشت های پای هزار پای چیزی بوده. و اما انعکاس تلویزیون رژیم در بین انبوه برنامه مزخرفی که گذاشت، یک گفتگو هم اختصاص داد به بررسی ابعاد این پیروزی بزرگ احمدی نژاد. ابتدا ببینیم که تفسیر مفسر و به قول رژیم کارشناس امور رسانه‌ای از این افتضاحی که دامنگیر رژیم شده چی است. تقریبا همه دستاندرکاران رسانه امروز معتقد بودند که صحبتی که آقای احمدی نژاد در نشست دوربان دو داشت در واقع یک حالت ترکاندن آنتن‌های شبکه‌های تلویزیونی رو داشت. خب پس این هم اولین دستاورد و کارایی احمدی نژاد که آنتن میترکونه. حدود 11 تا شبکه بودن، شامل CNN، BBC، فاکس نیوز، یورو نیوز، فرانس 24 به زبان فرانسه، فرانس 24 به زبان عربی و همچنین شبکه الجزیره قطر، شبکه العربیه سعودی. نکته خنده‌دار اینه که این رسانه‌هایی که این یارو داره با وقاحت تمام انعکاساتشون رو میریزه تو جیب خودشون، همونایی هستن که کلمات افتضاح و آبروریزی و فضاحت و اینا رو به کار بردن. مثلا الجزیره که این داشت میگفت همونیه که گفت هیئت رژیم متشکل از منوچهر متکی و معاون احمدی نژاد و سایر اعضای هیئت با کف زدن‌های ممتد سعی کردند این افتضاح را بپوشانند. باقی هم همینطور دیگه، هر کدوم نکات اینجوری گفتن. حکایت همون یاری که میگفتش که یه جوری عکسم بره تو روزنامه، حتی اگه تو صفحه حوادث به عنوان جسد باشه که بگن صاحبشو نمیشناسیم. من تصاویری که میدیدم به لحاظ هنری و کارگردانی به نظر میسی یک سری شیطنت هایی درش شده. شاید نظر من اشتباه باشه، نظر شما در این زمینه چیه؟ بله، ما در این نشست هم تقریبا چیزی شبیه سازی شده با نشست کولومبیا بود که در اونجا هم تصاویر و کارگردان از قبل آماده شده بود، ریاکشن هایی رو که نشون میدادند، جمعیت رو، کلوزآپ ها، یعنی نماهای نزدیک، نماهای باز، همه اینها در چارچوب اهداف رسانه‌ای بود که میتونیم راجبش صحبت کنیم. شما به اجلاس کولومبیا اشاره کردید، بعد نیست به این هم نکته پرداخته بشه. اونجا یک اجلاس بین المللی اما غیر دولتی بود، یعنی NGO ها و سازمان های غیر دولتی فعال بودن، بنابراین اگر اتفاقی هم بیفته دولت ها میدونستن که ما نبودیم. اما اجلاسی که سرانه همه دولت ها بودن، چطور چنین اتفاقی در حضور رئیس جمهور میفته؟ در این زمینه، یعنی مقایسه با داستان دانشگاه کولومبیا، از یک بابت راست میگه و از یک بابت باز هم دروغ. تا اونجایی که به ابعاد قضیه برمیگرده، ابعاد این داستان واقعا غیر قابل مقایسه است، بی سابقه است در یک اجلاس سازمان ملل اینطوری کسی رو تحریم کردن و ضایع کردن. اما در یک زمینه شاید بشه مقایسه کرد، چون اونجا هم اگر خاطرتون باشه رئیس دانشگاه همون اول کار اومد احمدی نژاد رو شست و چلوند و آویزون کرد و انداخت یه گوشه، به طوری که تا چند هفته همجوری آه و ناله بود که از گوشه کنار رژیم در میومد. حتی اگه خاطرتون باشه پیشنهاد میدادن که به تلافی رئیس دانشگاه کولومبیا رو دعوت کنن ایران و فوشش بدن تا خلاصه مقدار دلشون خنک بشه. احمدی نژاد بعد از این ماجرای فضاحت‌بار در ژنو رفت و یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت. اونجا هم تلاشش برای سنبل کردن قضیه بسیار خنده‌دار بود. حرفای خودش که زد، بعد تو سوال جواباتی داره گیر میکنه، سنبل کرد و ببینیم که چطوری تلاش کرد سرته کنفرانس مطبوعاتی رو هم بیاره. من علاقه‌مندم که همه سوالات شما رو پاسخ بدم.
قبلا هم در سفرها مشی بنده چنین بوده است، اما این سفر ما بسیار کوتاه، جلسه عمومی هم مقداری طولانی شد. من قرار بعدی دارم، کسی که با من قرار داره الان اومده در محل مستقر شده. من از شما اجازه میخوام که جلسه رو تموم کنیم، اما یک جلسه دیگر انشاءالله در آینده طلب شما که همه سوالات رو پاسخ بدیم. میگه وقت ندارم. حالا یکی نیست بهش بگی بابا دانشگاه وفسر سوئیس هم که قرار بود بعدش سخنرانی بکنی، به گفته خودشون سخنرانیت رو به خاطر فاجعه‌ای که تو سازمان ملل بار آوردی لغو کرده. وقت حالا داری. ضمناً اون قولی هم که داد دروغ بود دیگه، که بعداً یه کنفرانس مطبوعاتی می‌ذاریم، چون اونجا یک راست رفت فرودگاه و برگشت به تهران و حتی برای روز دوم کنفرانس نموند. یعنی در حقیقت از ژنو فرار کرد. ابعاد دیگه هم داره قضیه، ولی یه مقدار صحبتمون به درازا کشید. اجازه بدین که یه قطعه کوتاهی رو ببینیم و بعد دوباره خدمتتون جنبه‌های دیگه ای از این فضاحت رو یادآوری بکنم. میام بریم الان پیک شادی شروع میشه. در حالی که احمدی نژاد داشت همینطوری مرزهای آبروریزی رو یکی بعد از دیگری در می‌نوردید، دفترش با وقاحت خاص آخوندی میگه که اطلاعی داده با این مضمون که خلاصه نیاییم به استقبالش در فرودگاه، چون که ممکنه اونجا زیر دست و پا له بشین و رچمون هم چیزی نمیخواد و اینا. حالا نکته جالبی نیست، ببینیم که خود تصاویر مربوط به استقبال رو هم ببینیم تا مشخص بشه که شاید انگشت شمار اینجا بیشتر مصداق داشت. شاید هم این که گفته ممکنه زیر دست و پا له بشید، واقعا مثلا اون 100,000 نفر خیالی له شدن، فقط این 40-50 نفر موندن که اومدن به استقبالش، و شاید هم این واقعیت داشته باشه که بیشتر احمدی نژاد بود که له شد تا دست و پای استقبال کنندگان. با شعارهای دروغین تحمل مخالف و تولرانس و تسامح و تحمل و آزادی بیان و از این حرفهای بیرفت خودشون رو بر ملت‌ها تحمیل کردند. من آماری که داشتم به نظر میاد متجاوز از 700 میلیون بیننده داشت، درسته؟ چیزی حدود متفاوت بود، نیم میلیارد یعنی 500 میلیون تا 700 میلیون رو در ساعت اولیه‌ای که به صورت زنده این سخنرانی پخش کرد معتقد بودند که صورت گرفته، اما به دلیل اهمیتی که این سخنرانی داشت ما مثلا شاهد هستیم که طی 4 ساعتی که از زمان سخنرانی میگذره تا الان شبکه بی بی سی در شاید بگم که 8 بخش خبری مستمرن به موضوع دوربان و سخنرانی آقای احمدی نژاد پرداخته، علاوه بر این که رسانه‌های محلی هم این کار رو میکنن. این آمار صرفاً مربوط به رسانه‌های فراملیتی و بین المللی هست. اون که با آب و تاب میگفتش که 500 تا 700 میلیون نفر مستقیما این صحنه رو دیدن، که انگار اینم باید به حساب موفقیت‌های رژیم گذاشته بشه، در حقیقت بایستی گفت بله 500 تا 700 میلیون نفر مستقیما و تعداد بسیار بیشتری بعداً از طریق اخبار مطلع شدن و به چشم دیدند که احمدی نژاد چگونه زایه شد، به چشم دیدند که به سمتش اون گوی قرمز پرتاب شد، به چشم دیدند که افرادی وایسادن و شعار فاشیست فاشیست دادن، و به چشم دیدند که احمدی نژاد چطوری وارفته نتونست کنترل خودش رو تا و آخر سخنرانی به دست بیاره.